جده اصلا وقتی بارون میاد جده ما دوربر 3-4 ماه 5-6 ماه همجور دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، آرد و مریضی چیزی ببریم. چند تای مریض از اینجا با جنازه بردیمش تا وقتی رسیدیم به طرف اقوشکو به اوجا مردن تو راه. زن حامله مثلا عقرب خورده و عقرب زده و مار زده و مار گزیده نمیرسید به جای به بهداشت. بهداشت هم در منگاهی هم نداریم. از اینجا بارون اومد و سیل اومد و خراب کرد چیزهای خونه ما، یه خراب کرده اینا خراب کرده، هم کپرا زندگی ما میبینی. ما سالی میگذره 100 تومن تک تومنی هم گیر نمیکنیم، فقط یه 10 کیلوی گندم، یه وقتی همین نخله های خرما تابستان میخوریم، هم دو تا بز، کسی 6 تا بز داره، این زندگی ما زندگی عاجزانه داری میکنیم. کسی هم سر نزده اینجا وضع حال ما ببینه، جاده ما زندگی ما چه زندگی چه درآمدی داریم، هم کسی هم نامد. اومده یه وقت فرماندار و شاکر دو مرتبه اومد گفت میلیارها خرج کنیم جاده شما درست نمیشه از ایور. ما گفتیم جاده ما از سردشت بزنم به کوه در اینجا، از درجخ به اینجا و از اینجا به سیریک ما میتونیم زندگی کنیم. این جاده ما نزدن از بشاکر. بعد ما از این سیل گرفتاری رفتیم ایور و اوور رفتیم این بیرکلمی میگم که کجا ایستگاه سیل زدگان. اینجا جمع شدیم سه تا روستا، داربست بالا، داربست پایین و زاد. سه تا روستا رفتین اونجا زندگی کنیم. حالا 6 ماه داریم اونجاییم. یه روزی میام اینجا، دیگه 2 روز 10 روز میمونیم اونجا، دیگه یک کپری میسازیم تا جامون درست بشه. آقا اشاره کردید به اینکه مارگزدگی و عقربگزدگی اینجا زیاد اتفاق میفته. تقریبا تو هفته چند نفر دچار این حادثه میشن؟ توی هفته حالا کسی مریض نشد، 2 تا 3 تا مریض بودن بردنش دکتر. نفر 2-3 نفر بودن که خدا رو شکر رسیدن. تو همین هفته 2-3 تا عقرب زده زنین، زن و یک پیرزال 2-3 تا از اینجا بردیمشون جاش. ما اینجا اومدیم زندگی کنیم که مثلا تابستون اونجا برق نداریم، خونه نداریم، چادر مثل تنور داغ میشن، برق نداریم، آب سرد و چیزا ندارن. حالا تازه آوردن یخ آوردن از این آب سرد کن. حالا میریم ان شاء الله میخوایم که اونجا زندگی کنیم برای نسل آینده مدرسه بشه. رفتیم اونجا به شهرستان برسیم، به مدرسه برسیم. بچه‌هامون 4 تا جگدان میخونن، 4-5 تا سیریک میخونن، 4-5 تا جاسک میخونن، 10 تا شهرک متحر میخونن، همینجور برای کنده و گرفتاری. طبق مطالعاتی که از شده اینجا، حالا موقعیت اینجا چون کنار سد جگین هست، از لحاظ کشاورزی و تامین آبش خیلی کارا میشه انجام داد. از جمله حالا قولایی که استاندار داره و در دست مطالعه هست، قرار قسمت پایین زمیناش واگذار بشه برای طرح گلخانه که حالا کارش ظاهرا در دست افغان. لحاظ بهداشتی این شهرک در چه وضعیتی هست؟ خدمت شما ارشاد که یک ساختمان قسمت پایین هست، درمانگاه ساخته شده، تجهیز هم شده توسط بنیاد خیریه حاج نصیر. بعد من تا دکترش هنوز ماهانه یک روز از تو ماه میاد داره ویزیت مردم، ولی 100% هنوز چیز نشده، این دکتر اینجا مستقر نشده. من تا آژانس 115 رو داریم، فعال هست، همینجاست و خانه بهداشت هم داریم. ما درسته بلبلاواد میگیم با توجه به اینکه کلن بشاگرد بیشترش منطقهش کوهستانی است، تنها جایی که دشت هست دشت بارق همین جاست که الان آمدیم. و علت آمدم این بود که جای دیگه اصلا مکانی برای حتی ما خواستیم ساختمان اصلا بسازیم باید 2 برابر خرج میکنم تا 1 برابر ساختمان. اینجا دشت هست، هم برای کشاورزی مساعد هست و قرار شده البته استاندار دستور دادن قرار شد که 100 بالادست دوستان بسازن و اینجا منطقه خوبی هست برای کشاورزی و دامداری. شما از شرایط اینجا راضی هستید از این شهرک؟ بله خیلی هم راضیم از اینجا. چه مدت هست اینجا حضور داره شما؟ من 6 سال اینجا. تو این 6 سالی که شما اینجا بودید اهالی حالا اهالی روستای اطراف چه تعداد اومدن اینجا استقبال کردن از این محیط یا نه؟ بله خیلی اومدن اینجا استقبال کردن، هم دارن میان بعضی هاشون از روستای همجوار از روستای اطراف دارن میان اینجا مستقر دارن میشن. از مابقی روستای اطراف شما دعوت میکنید که بیان اینجا؟ آیا محیط مناسب به نظر شما بیان سکونت پیدا کنن؟ بله ما راضیم. بعد از همه روستاها هم دعوت میکنیم، کل بشاگرد از همه روستاها بشاگرد هم دعوت میکنیم که بیان اینجا، هم خونه خالی داریم هم زمین داریم اینجا که بهشون بدیم اینجا بیان مستقر بشن. خب ما شنیدیم شما چه شرایطی دارید برای اینکه یک شهروند میخواد به اینجا بیاد، یک سری شرایط اون شرایط چی هستش؟ شرایطش مرگ دوده که مثلا سیگاری نباید باشه، تریاکی نباشه، اینا نباید باشه، کلا دخانیات ممنوعه، دخانیات کلا نباید بکشه. سلام علیکم، روستای زاچ.
چه مدت هست شما اینجا تشریف داشتید؟ یعنی 3 سال اینجا ما. دلیل خوندن تو از اون محیط چه هست به این شهر؟ آجا ما مثلا گرفتار هستیم، نه جاده هست، نه راهی، نه مثلا همین زمینی که ما بنینه. هیچ. اصلا دیگه گرفتار هستیم. نه مدرسه ای. دیگه هستیم به اینجا. چند تا بچه تو هستن اینجا؟ 3 تا بچه. بعد لحاظ تدریس اینجا شرایطش میشه شدیدن برای بچه خوب مدرسه هست؟ الحمدلله راضیم، الحمدلله خیلی خیلی ما راضیم از مدرسه و از همه لحاظاتش. اینجا دیگه ما که هندیم مثلا پیشرفت ما کرده الحمدلله از این 3 سال که اینجا از همه لحاظات. چند روز پیش در روستای زاچ و داربست بودیم از حوالی بشاگرد، شهرستان بشاگرد. در اونجا مردم و اهالی در وضعیت خیلی خوبی نبودند. در روستای داربست ما رفتیم بازدید کردیم و حاضر به جابجایی از این مکان و نقل مکان به حالا شهرکی که انجام شده تهیه شده براشون و بنیاد مسکن هم آماده کرده و کمک به هلال احمر حاضر نبودن اونجا برن ساکن بشن و میگفتن که ما اینجا وضعیت خوبه. ما بحث سیل و باران رو پیش کشیدیم، گفتن که ما اینجا بازم لحاظ سیل و باران اون دشتی که برای ما تعبیه شده، دشت بیرکلمی اگه اشتباه نکنم، دشت خوبیه و با زدن یه سیلبند ساده ما میتونیم اونجا زندگی کنیم. روستای زاج و داربست سابق که توی سیل پارسال آسیب دید، از لحاظ موقعیتی که قرار دارن که به صورت این منطقه هستن که همیشه در مخاطره سیلاب هست، علاوه بر اینکه خود روستا مشکل پیدا میکنه، بیشتر از اون راه های دسترسیه که با کمترین بارندگی به این روستا قطع میشه و مشکل تردد و عبور و مرور رو برای این دوستان و عزیزانی که در اون منطقه ساکنن ایجاد میکنه. پس از سیل هر دو روستای زاش و داربست پس از چند روزی که سیلاب فروکش کرد تقریبا قابلیت رجعت ساکنینش وجود داشته. متاسفانه با اون تونست یک کمپ موقتی که به صورت چادری برای اون شرایط حاد اون منطقه احداث شد و مردم اونجا ساکن شدن، قلمداد شد که قطعا باید از اون روستای قبلیشون که دارای به اصطلاح شبکه برق بود، خونه هاشون بود، مدارسشون بود، اینا منتقل بشن به اینجا که عملا همچی چیزی در این فاصله کم میسر نبود. استعلامی شد در خصوص همین کمپ موقت علانی از آب منطقه ای که ما طبق بررسی هایی که انجام دادیم و نظرات کارشناسی خودمون رو اعلام کردیم به دوستان بنیاد مسکن که این مسیری که در حاشیه این اراضی واقع شده امکان این که در سیلاب‌های بعدی طغیان کنه و صدماتی رو به ساختمان‌هایی و مردمی که اونجا ساکن خواهند شد برسانه وجود داره و لازمه قبل از اینکه هر کاری بشه این مطالعات این سیلبند عملی بشه و این سیلبند احداث بشه. ولی کلیات بس با توجه به توپوگرافی منطقه کلا منطقه بشاگرد که هم کوهستانیه و فوق‌العاده زیاد آبراه و مسیل داره، امکان مکانیابی بهتر هم وجود داشته تو این منطقه، ولی چون که از ما همین محدوده استعلام شده ما هم صرفا همین منطقه رو اعلام نظر کردیم، ولی به عنوان یه بحث کارشناسی من خودم حس میکنم به عنوان یه کارشناس که میشه مکانیابی بهتری انجام شد در جایی که هم قابلیت گسترش داشته باشه، چون بحث حفاظت از سیلاب فقط یک جنبه سکونتگاه هاست، تأمین آب این عزیزان هم باید بارش فکری بشه که یک جایی نباشه که برای تأمین آب شرب و به صدا بهداشت این عزیزان با مشکل مواجه باشه، راه ترددشون طوری باشه که در سیلاب های آینده کمتر دچار مشکل بشه و ترددشون قطع بشه. یه دو تا مکان دیگه هم بعداً استعلام شد، یعنی قرار بود استعلام بشه، هنوز به دست ما نرسیده، ولی بازدیدی که حالا همکاران من در واحد مهندسی رودخانه سواحل داشتن اعتقادشون به این بود که اون یکی از اون دو نقطه بعدی جایگاه مناسب تری داره و به شهرستان سیلیک هم روی 5 کیلومتری نزدیک تره. توی تمام مسائل اجرایی و عمرانی یک سری مسائل اجتماعی هم وجود داره که ما متخصص مسائل مردم شناسی و اجتماعی نیستیم، ولی قطعا باید اون
مقداری از انتظارات و نیازهای درخواستهای اهالی هم به شکلی در این پروژه ها دیده بشه و مد نظر قرار گرفته بشه. البته اصل موضوع اینه که اون تقاضاها باید یک مقداری با اون منطق و اصول و قواعدی که مهندسی داره هم خوانی داشته باشه و عملی باشه. شما هر جایی که کنار یک رودخونه بزرگ اگه بخواید یک جایی برای سکونتگاه انتخاب کنید، ممکنه شدنی باشه ولی به چه هزینه ای؟ ممکنه شما یه سیلاب چندین میلیاردی بخواید اجرا کنید که بتونید اونجا رو استفاده کنید. قطعا اولویت اول اینه که جاهایی که ایمنترن با هزینه کمتر با سرعت بیشتر بشه اونها رو انتخاب کرد و از این گزینه استفاده کرد. یه سری از اهالی میگن که میشه وزادن یک سیل بند کوچیک اون دشت رو برای سکونت دائم مستقر بشن اونجا. همچین چیزی امکان پذیر هست؟ هست که هم خدمتون از لحاظ اجرایی هست با اون مساحتی که اونجا اشاره شده. بالاخره مسائل هزینه ها خیلی مهمه که به صلاح احتاج سیل بند تصدیح محبت سازی اون منطقه با توجه به توپوگرافی ناهمواری که داره، علاوه بر این که هر فعالیتی که باید انجام بشه بخواد انجام بشه توی این عرصه لازم این که این منطقه خالی از سکنه بشه. نمیشه مثلا یک جایی عده مستقر باشن یه عده دیگه بیان اونجا شروع کنن به عملیات عمرانی. از این تو آخرین جلسه ای هم که خدمت آقای مدرس معاون محترم استاندار بودیم قرار شد که امکانات زندگی رو توی روستاهای قبلی فراهم کنن، اگه مشکل برق آب چیز دارن برطرف بشه، این عزیزان برگردن سر خونه‌های قبلیشون تا شرایط مهیا بشه. اگر قرار شد همین عرصه مورد نظر قرار بگیره که دستگاه بیان و عملیات اجرایشون رو انجام بدن.